بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. در جلسه و همینطور اگر بیرون از این جلسه سروران و عزیزانی شاهد این جلسه هستند، به همه اونها عرض سلام و ارادت میکنیم. درود میفرستیم بر علما، شهدا و همه مجاهدینی که در دوره‌های سخت و تاریک ایران به نحو خاص و جهان اسلام به نحو عام غریبانه مظلومانه جنگیدند، جنگ علمی معرفتی، جنگ سیاسی و اقتصادی، جنگ نظامی و چریکی، در غربت، در ارتفاعات جنگل‌های گیلان، در مناطق مختلفی از کشور به شهادت رسیدند، در توطئه‌ای که استبداد داخلی چه قاجار چه پهلوی و استعمار خارجی انگلیس و روسیه، چه تزاری چه بلشویکی و همینطور سایر قدرت‌های استکباری منطقه و جهان با دست خالی مظلومانه جنگیدند و امروز ما بر سر سفره معرفتی و عملی اونها نشستیم و اونها رو نمیشناسیم. این ایام هم سالگرد شهادت عالم مجاهد شیخ میرزا کوچکخان جنگلیست، میرزا یونس، 100 سالگرد، و هم این ایام سالگرد شهادت آیت الله مدرس هست که این دو بزرگوار در یک دوره زمانی علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی مبارزه کردند و هر دو به دست و به فرمان رضاخان و رژیم پهلوی و به دستور مستقیم انگلیسی ها به شهادت رسیدند. نکته که من میخوام اینجا به دوستان، برادران و خواهران عزیز، نسل شماها یادآوری کنم اینه که اگر یک ملت گذشته خودش رو درست نشناسه، به سادگی دور میخوره، فریب میخوره، بازی میخوره، در خدمت دشمنان خودش قرار میگیره، آورده های خودش رو به باد میده، دستاورد تاریخی خودش رو نمیشناسه، خودش برای خودش مجهول الهویه و بیریشه میشه. وقتی یک شخص، یک خانواده، یک ملت ندونه تا 50 سال قبل، 100 سال قبل چه بر سرش آمده، دوستانش چه کسانی بودند و دشمنانش چه کسانی و با چه شیوه هایی، چه جنایاتی در حق اونها اعمال کردن، به سادگی دوباره و سه‌باره نسل بعد وارد همون دامچاله ها میشه و همون بلا سرش میاد. نسل شما نه رژیم پهلوی رو دیدید، نه 10,000 مأمور آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی که تو ایران بودند 42 سال پیش و همه کشور تحت امر و کنترل اینا بود. شما با چشم خودتون اونا رو ندیدید و طبیعی است که اصل انقلاب نهضت براتون یه مقداری بیشتر تاریخی است تا عینی و واقعی. این تازه تاریخی بود که زمان خود ما اتفاق افتاد. حالا ما که نسل ما که میرزا کوچکخان و مدرس و شیخ محمد خیابانی و اینا رو ندیده، همین بلا بر سر ما می آمد وقتی که اونا رو نمیشناختیم و نمیدانستیم اون موقع انگلیسا، روسا، بعد آمریکایی‌ها با این ملت چه کردن. برای که برگردیم به 110 سال پیش، زمانی که میرزا دست به اسلحه برده، باید توجه کنید جنگ جهانی اول شده، ایران ادعای ظاهرا بی‌طرفی قاجار، اما اشغاله. ایران نصفش دست انگلیساست، جنوب شمالش هم دست روسیه تزاریه، سلطنت روسیه که سقوط کرد بعد با انقلاب کمونیستی. دربار و حکومت ایران نصف نصف مال ایناست. انقلاب مشروطه ضایع شده، یک نهضت عظیم مشروطه که اونم نهضت دینی مردمی بود، اولین شهید مشروطه یک طلبه بود، رهبرانش مراجع و علما بودند. اصلا فتواهای مراجع نجف اگر نبود و علما و مجتهدین تهران و قوم و اینا، نهضت مشروطه نه شروع میشد و اگر شروع شده بود هرگز تمام نمیشد. بارها اون وسط شکست خورد، متوقف شد، باز با این فتواها و حکم جهاد، و حتی بعضی مراجع گفتن ما خودمون میایم تو صحنه، از نجف میایم ایران، از قم میایم تهران،
اینا نهضت پیش بود. شما ببین امروز از نهضت مشروطه حرف میزدن برای شما، انگار یک نهضت سکولاریستیه به عنوان نخستین گام های مدرنیته غربی، بله مدرنیته سیاسی بوده، در حالی که اینا تاریخی جعلی است که برای مسائل می نویسن. خواسته های نهضت مشروطه چی بود؟ هم میرزا کوچک خان و مدرس اینا خودشون جزو سربازان خط مقدم مشروطه بود. میرزا جزء نیروهای مسلحی بود که از گیلان حرکت کردن به سمت تهران برای پایین کشیدن شاه محمد علی شاه و استبداد قاجار. بعد که شاه رفت به روسیه پیش ارباباش، دوباره آمدن کودتا کنن، دو سال بعد برگردن با یک عملیات ضد حمله علیه مشروطه که باز جنگ شد در شمال و دوباره میرزا کوچک از جمله نیروهایی بود که رفت به جنگ اونا که داشتن از روسیه می آمدن دوباره برای کودتا. یعنی در دو سه جبهه داره می جنگن اینا، با انگلیسا، با روسیه تزاری، با دربار فاسد قاجار و با عوامل آدمکش و جلادی مثل رضاخان که انگلیسا اینا رو از توی سیستمی که روسای تزاری ساخته بودن به نام سپاه قزاق شناسایی کردن و دارن از طریق اونا سازماندهی میکنن میان. نهضت مشروطه تقریبا از بین رفته. دولت ظاهرا دولت مشروطه است، اما در واقع نه دولتی است و نه مشروطیتی و نه مشروعیتی. کشور هرج و مرج. جنگ جهانی است. ایران تحت اشغال. قحطی شدید، بیماری‌های رایج. نزدیک نصف ملت ایران توی قحطی مردن. نزدیک 10 میلیون ایرانی مردن. همین تو کتاب‌های تاریخ ما هنوز 40 سال بعد انقلاب درست نیومده، تحلیل نشده. برای که بفهمید انگلیس‌ها و دشمنان چه جوری جبسازی می‌کنن که جرأت نکنی هنوز اینا رو بیاری تو کتاب‌های تاریخ و بگی. حالا رضاخان کجاست؟ سرهنگ ارتش تحت امر روسا و بعد انگلیسا در آمده، به دستور اونا آدم میکشه. هر چند وقت هم یک کمی وضع مالیش بهتر میشه، پول خون مردم ایران رو میگیره، یه ازدواج دیگه، 4-5 تا ازدواج علنی داره و 7-8 تا هم غیر علنی داره. میدونید تا بعد انقلاب هنوز بچه برای رضاخان پیدا میشد، هی میگفت کسی میگه آقا ما هم بچه‌شیم، سند میآوردیم، خیلی بچه درست کرده بودی بر اول 30-40 تا، ولی بچه های رسمیش او چند تا بودن. یه اتفاقی وسط اینجا میفته که سرنوشت منطقه و جهان و ایران رو تغییر میده و او انقلاب کمونیستی در روسیه است. روسیه تزاری سلطنتی وسط جنگ با آلمان انقلاب میشه. اول یه انقلاب سوسیالیستی، سوسیالیستای میانه روی میان سر کار، بعد لنین و تروتسکی و اینا به عنوان بلشویک ها، یعنی چپ به اصطلاح اکثریت حزب سوسیالیست کارگری، اینا میگن اونا منشویکا به اصطلاح اقلیت اکثریت، اونا انقلابی و سوسیالیست واقعی نیستن و خودشون مثلا با سرمایه‌داری اینا رو میزنن کنار. که اون نخست وزیر سوسیالیستی که بعد از تزار آمده فرار میکنه میره امریکا، اصلا همونجا هم تا مرگش هم همونجاست. لنین و تروتسکی و استالین اینا در روسیه سر کار میان. اولین اقدامشون نسبت به ایران اقدام مثبت. اولا میدونید اون زمان کمونیسم این معنی که الان داره نداشت. الان ما و شما، بله، بعد از اینکه کمونیسم آمده تبدیل به ابرقدرت جهان شده، بعدم سقوط کرده، بعد دیدیم نصف جهان رو گرفت و به جای برابری فقر و دیکتاتوری حاکم کرد. امپراتوری سوسیالیسم و کمونیسم فقر و دیکتاتوری بود عملا، البته خدمات و برابری هایی هم ایجاد کرد در یک حوزه های محدودی. الان دیگه کمونیسم آبرو نداره، هیچ کس تو دنیا نمیگه من مارکسیستم. اون زمان انقلاب بلشویکی در روسیه، کمونیسم و سوسیالیسم اصلا بدنام نبود، یک ثانیا مسئله ماتریالیسم نبود که آقا خدا نیست، شعار اصلیشون این نبود. شعار اصلیشون علیه سلطنت تزار حکومت روسیه بود و شعار برابری بود و شعارهای ضد استعمار، ضد انگلیسی. و مردم ایران که یک عمر از روسیه تزاری، حکومت سلطنتی تزارهای روسیه و انگلیسا مصیبت کشیده بودند، وقتی انقلاب بلشویکی شد در روسیه و سلطنت تزار سقوط کرد، مردم ایران خیلی خوشحال شدن، چون گفتن این دشمن ما هست. اون روسیه تزاری که به اندازه ایران از ایران جدا کرده بود،
5 6 تا کشور از ما جدا شد دیگه. اون روسیه از هم پاشید. بعد لنین نامه نوشت رسما و تروتسکی به عنوان سخنگوی سیاست خارجی انقلاب بلشویکی به ایران نامه نوشتن، پیام دادن که ما سیاست‌های استعماری تزار روس و حکومت رژیم قبلی روس رو ادامه نمی‌دهیم. خب اینا پیام‌های مثبتی بود. حتی گفتن ما حاضریم اون سرزمین‌هایی که از شما روسیه قبل از انقلاب اشغال کرده، حاضریم به شما پس بدیم. خیلی حرفای مهمی بود. ما اگه اون زمان یک دولت مستقل قوی آزادی داشتیم و عاقلی داشتیم، شاید نمیدونم، شاید میتونست همون لحظه که لنین و اینا هنوز انقلابی بازی در می آوردن و به ایمان ضد استعماری و اینا، شاید میشد به رو در بایستی یه بخشی از اون سرزمین‌های از دست رفته رو به ایران برگردوند. ولی خب نبود، نشد. دولت ایران تحت امر انگلیسا بود. انقلاب بلشویکی شد در روسیه، ارتش روسیه کلن از ایران خارج شد برای اولین بار بعد از مدت‌ها. چرا؟ چون اونجا انقلاب شده بود، حکومت عوض شده بود. ارتش رسمی ایران سپاه قزاق فرماندهانشو اصلا تزار روسیه تعیین میکرد، یعنی ظاهرش سپاه ایران بود، در واقع سپاه روسیه بود، تحت امر اونا بود. رضا خانم یکی از اوباش ارتش بود، 4 تا فرمانده روس بالا سرش بودن که این از چارومیش اطاعت میکرد. خب روسیه خودش حکومتش عوض شده، ارتش روسیه متلاشی شد. تو روسیه جنگ داخلیه بین انقلابیون و ضد انقلابی ها، یعنی بین بلشویکا با طرفداران تزار و رژیم قبلی و روسیه سفید و اینا. انگلستان از این فرصت چه استفاده، شما ببینید میرزا کوچک در چه شرایطیه. انگلستان دید بهترین فرصته که الان روسیه دیگه از ایران خارج شده و خودش گرفتار خودشه، گرفتار جنگ‌های داخلی بعد از انقلابه، الان بهترین وقتی که کل ایران رو اشغال کنه و این کارو کرد. برای اولین بار انگلستان بعد از مشروطه و بعد از جنگ جهانی کل ایران رو اشغال کرد. شمال ایران همین مشهد رو که قبلا دست روسا بود انگلیس‌ها اومدن گرفتن، یعنی رسما ارتش انگلیس وارد مشهد شد. اون طرف هم گیلان، آذربایجان و بعد حتی وارد باکو و آذربایجانه که الان دیگه از ما جدا شده، به طرف باکو و قفقاز انگلیسا جلو رفتن. چرا؟ چون گفتن الان که روسیه دیگه ضعیف شده و از هم پاشیده، هم بهترین فرصت کلن ایرانو بگیریم، هم بریم وارد روسیه بشیم و نیروهای ضد انقلاب روسیه رو کمک کنیم، چون که این روسیه جدید که کمونیستان اینا با انگلیسا مخالفن، اینا دشمنان بعدی ما هن. الان که ضعیفن بریم یا متلاشیشون کنیم یا تا میتونیم بریم جلو. این موقع که 4-5 سال مونده به کودتای انگلیسا که رضاخانو به دست رضاخان کل ایران کودتا کرد، ارتش انگلیس دیگه نفسش بریده تو جنگ، چون چند سال جنگ جهانی بود و تلفات سنگین، بیش از این نمیتونه بمونه تو ایران و تو منطقه. عراق رو گرفته، بخش مهمی از عثمانی ها رو گرفته، شمال آفریقا رو گرفتن از مسلمان ها، شرق اروپا رو کلن از مسلمان ها از عثمانی گرفتن، از این طرف هند و افغانستان پاکستان دوباره سلطهشون رو تحکیم و تقویت کرده. حالا دستاوردهای زیادی داره ولی دیگه نفس نداره، نیرو و انرژی که بمونه نداره. باید چیکار کنه انگلستان در ایران؟ باید یک حکومت 100% دست نشانده بیاره و یک ارتشی که با پول ایران و با خون ایرانی ها ایران رو برای انگلیس ها کنترل کنه. بلشویکا و جناح سوسیالیستی و لنین نامه میمیسن به میرزا کوچک. میرزا کوچک خان در تهران بود، ایشون عالم مجتهد عضو جمعیت اتحاد اسلامه، با مدرس و کیو کیو اینا علیه عرض کردم استبداد دربار و علیه انگلیس ها و روس ها مبارزه میکردن. میگفتن کل ملت ایران و کل جهان اسلام باید متحد شن تا بتونیم از خودمون دفاع کنیم در برابر این 3-4 تا ارتش اروپایی که دارن کل جهان اسلام رو میگیرن و بین خودشون تقسیم میکنن. دست انگلیس ها برای تسلط کامل در ایران باز شده. پروژه جدید نفت هم در همین سالا نفت کشف شده، هم در منطقه هم در ایران. اینه بدونید که یکی از دلایلی که قیام انقلاب مشروطه منحرف میشه، یکی از دلایلی که در ایران کودتا میشه، مسئله یکیش مسئله کشف نفته. بعدها چرچیل گفت ما در جنگ اول و حتی و به خصوص جنگ دوم جهانی اگر نفت ایران و سرزمین ایران در اختیار ما نبود، ما جنگ رو میباختیم. گفت اصلا تانک ها و هواپیماهای ما سوختش رو از نفت ایران به دست آورد.
ما برنده جنگ، دو تا جنگ جهانی شدیم، یکیش قطعاً به خاطر ایران بود. بعدم حساس شدن چون ایران همسایه شوروی جدیده، روسیه جدید که کمونیستی و ضد غربه، که از این طرف هم بتونن کنترلش کنن، نذارن اینا به خلیج فارس و آبهای آزاد برسن. جنگ جهانی تمام میشه. نفت در ایران و منطقه کشف شده. ایران به طور کامل فروپاشیده. نزدیک نصف ملت، نزدیک 10 میلیون نفر با قحطی و گرسنگی و مریضی مردن و دارن میمیرن. ایران اعلام بی‌طرفی کرده ولی اشغال شده. کل محصولات کشاورزی و دامداری ما رو انگلیس‌ها و متحدین اینا بردن. خطر روسیه کمونیستی برای انگلیس، خطر ای که نکنه روسیه کمونیستی شوروی بیاد به سمت هند که اونجا منبع قارت انگلیس بود. اصلا انگلیس گفت ما شهرهای انگلستان رو با طلاهای بنگال آباد کردیم، خیابونای جدید، ساختمونای جدید، فلان. ما با طلاهای فقط ایالت بنگال هند بسیاری از شهرها و خیابانهای لندن و منچستر و کجا رو ما اصلا بازسازی کردیم. یکی از جایی که غارت کردن اونجاست. یکیش ایران، یکیش کشورهای خلیج فارس که هنوز دارن این گاوای شیرده رو هنوز هم دارن میدوشن. اینا عربستان و امارات و قطر و عمان و کویت و بحرین و هنوز همون وضع ادامه داره. توطئه جدید شروع میشه، یک پروژه 4 ساله است. هدفش اینه نهضت‌های مقاومت مثل میرزا کوچک‌خان باید سرکوب بشن، نابود بشن. دو، با شوروی کمونیستی روسیه جدید باید توافق کنیم، چون نمیشه از بین برد، باید توافق کنیم، خط قرمز معلوم کنیم و نذاریم اینا تو ایران دوباره برگردن، روسیه بعد از انقلاب برگرده دوباره تو ایران. سه، کاری کنیم نیروهای خود ارتش ایران رو تشکیل بدیم که اینا خودشون به کار ما رو انجام بدن. سربازای انگلیسی رو دیگه ما نمیتونیم خیلی اینجا نگه داریم، خسته شدن، فشار، مشکلات اقتصادی داریم اینا. بعدم کشورهایی که اخیراً فتح کردیم از دست کشورهای اسلامی و غیر اسلامی که گرفتیم تو آسیا و آفریقا، خب اینا رو باید اداره کنیم دیگه، باید تا بعد بتونیم غارت کنیم. و به این نتیجه میرسن که تمام این کارا یک پروژه است، وقتی که باید از خلأ روسیه و فروپاشی ایران استفاده کنیم و یک حکومت جدید بیاریم. راهش هم اینه که کودتا بشه، یعنی با زور و با ارتش این کارو بکنیم. رضا خان سرهنگ قزاقه، ارتش انگلیس برنامه‌ریزی میکنه، میگه حالا که در روسیه انقلاب شده، فرماندهی سپاه قزاق دیگه دست روسا نیست، بعد انقلاب شوروی کمونیستی یک فرمانده جدید فرستاد انگلیس، به رضا خان و چند نفر گفت شلوغ کنه، نذارین این بیاد. این آمد و نتونست بمونه، رفت. از اینجاست که سپاه قزاق که روسی بود فرماندهی و ساختارش، افتاد دست انگلیسا. یه عده از ژنرالای روسی بودن که با انقلاب روسیه مخالف بودن، با رژیم قبل بودن، اینا هم دیگه برنگشتن روسیه، گفتن روسیه دیگه دست انقلاب افتاده، ما اگه بریم ما نمیخوایم. اینا هم ملحق شدن به انگلیسا و در کنار رژیم رضاخان قرار گرفتن. رضاخان و چند نفر رو انگلیس میذاره بالا سر کار که کار رو پیش ببرن. اتاق فرمان ارتش ایران میفته دست انگلیسا. حالا که مستقر شدن، بعدن که دیگه کودتا میکنن، پلیس جنوب که نیروهای نظامی انگلیس هستند در جنوب ایران و بقیه پلیسای فرعی، نهادهای نظامی، همه رو منحل میکنن. اسمش هم میگن، بگین که رضاخان این کارو کرد، ارتش مدرن جدید درست کرد، پلیس جنوب انگلستان رو رفع کرد، یعنی نوکر انگلیسی نیست. قرارداد 1919 که یکی از کثیف‌ترین قراردادهای تاریخ ایرانه و انگلیس‌ها تعمیل کردن و حتی مجلس مشروطه هم نتونست تایید بکنه و امضاش بکنه و غیر علنی اجرا می‌شد، اونم وقتی که دیگه ایرانو گرفتن با کودتا، گفتن به رضاخان بده که چهره به حساب مترقی بهش بدن، که یعنی این نوکر انگلیس‌ها نیست. گفتن اعلام کن 1919 قرارداد بدی بوده، لغوش کنه. کردن، قراردادهای بدتری به جاش آوردن، چون کل ایرانو گرفتن دیگه، دیگه لازم نبود پلیس جنوب داشته باشه، لازم نبود او قراردادا باشه دیگه. قرارداد نمیخواد، قرارداد شما با یک کشور دیگه میبندی، حالا که اون کشور کلا دست خودته، که چه قرارداد دیگه، نوکرت اونجاست، هر چی بخوای میگی. یک نکته دیگه که من میخواستم عرض کنم دوستان به این قضیه توجه داشته، به ماهیت نهضت جنگله. بعدها برداشتن تاریخ‌های قلابی نوشتن برای نهضت جنگل، یه عده گفتن اینا ملی‌گراهای غیر مذهبی بودن، ناسیونالیست بودن، یه عده باز برعکس گفتن اینا تجزیه طلب بودن. بالاخره کسی ناسیونالیست و ملی‌گراست که نمیتونه تجزیه طلب باشه که، هر دوشو گفتن. یه عده گفتن که اینا مرتجع بودن، میرزا کوچک آخوند مرتجعی بود جلوی مدرنیته ایستاده. یه عده گفتن کمونیست بوده. بالاخره آخوند مرتجع بود یا کمونیست بود، هر دوشو گفتن.
میرزا کوچک مثل خود نهضت مشروطه، نهضت جنگل مثل خود نهضت مشروطه بود، کاملا بنیادهاش دینی بود، ولی تاریخ نگاری سکولار، چه عوامل و مزدورهای رژیم پهلوی، نوکرای انگلیسی، چه کمونیستا، دو سه تا تاریخ قلابی و خلاف همدیگه نوشتن برای نهضت جنگل و چنان که برای مشروطه و بقیه مسائل هم نوشتن. نهضت جنگل چرا شروع شد؟ برای که قیام مشروطه شکست خورد، برای که کشور متلاشی شد، برای که استبداد دست نشانده استعمار به طور کامل مسلط شد بر کشور، کشور اشغال شد، کشور داشت تجزیه می شد و تجزیه شده بود اصلا. استبداد داخلی و استعمار خارجی، استبداد در خدمت استعمار به طور کامل بر ایران حاکم شد. میرزا کوچک گفت اینا دارن با زبان اسلحه و زور حرف میزنن. جواب اسلحه اسلحه است. ما باید وارد فاز جهاد مسلحانه بشیم. همطور که مدرس هم همین کار، مدرس میتونه یه عالمه سلاح و نیرو و اینا تدارک کنه. مدرس میخواست که یک رژیم مردمی انقلابی بیاد، ندارن انگلیسا و روسا مسلط بشه. قضیه میرزا مسئله گیلان نبود، مسئله ایران بود. از همه جای ایران مردم متدینین علما به نهضت جنگل کمک میکردن. حالا یک نمونه شما به شما بگم، برادر بزرگ امام مرحوم پسندیده تو خاطراتش هست میگه پدر ما که پدرش که او خانهای اون منطقه کشتنش، پدر ما چند نوبت محموله های کمک غذایی فرستاد برای میرزا کوچک و نهضت جنگل. یعنی از نقاط مختلف مردم علما پول اسلحه غذا میرسوندن به اینا، چون دو سه تا کانون مقاومت، همه کانونهای مقاومت دیگر شکسته بودن، همه متلاشی شده بود، دو سه جا مقاومت میکرد و قوی بود، یکیش جنگل بود. میدونین گیلان از اولین مراکز تشیع در ایرانه. اصلا مردم گیلان و مازندران میدونید از همون اولی که مسلمان شدن از همون اول شیعه بودن. اینا در برابر مثلا بنی امیه و فلان و بنی عباس اینا تسلیم نشدن تو کوها و جنگلا. امامزاده ها فرزندان اهل بیت، اولاد امام حسن مجتبی سلام الله علیه، اولاد جناب زید و امام سجاد که انقلابیون بزرگی بودن، اینا آمدن با حرف با اخلاق این مردم شمال رو مسلمان شیعه کردن از اول. و اولین حکومت شیعه در عصر غیبت از اونجا شروع شد اصلا. این جریان آل بویه یا آل بویه که بعد آمدن تا بغداد رو هم گرفتن و اسمش صد و خورده ای سال بیش از یک قرن اسمش خلافت عباسی بود، واقعیتش دست اینا بود. و اتفاقا دوره درخشانترین دوره تمدن اسلامی است به لحاظ علمی، به لحاظ اجتماعی، خیلی دوره درخشانیه. قرن 4 و 5 هجری میگن عصر طلایی تمدن اسلامی، همین دوره که اینا هم. اصلا منطقه گیلان و مازندران ذاتش تشیع انقلابی بود. ما در بقیه نقاط ایران هم داشتیم مقاومت های شیعی، توی خراسان مثلا بوده، سربداران سبزوار نمیدونم در خوزستان بوده، در نقاط مدرقم بوده، نقاط مختلف بوده، اما هیچ کدوم به قوت اونجا نبود. اونجا اصلا حکومت رو گرفتن، تمدن سازی کردن، کل ایران و عراق و منطقه وسیعی یک تمدن اسلامی شیعی تشکیل دادن در همون دوره بنی عباس. بنابراین اصلا تفکر میرزا کوچک و تفکر جنبش گیلان تفکر هیئت اتحاد اسلام بود. حتی این کمیته اتحاد اسلام هم بعداً چپا اومدن اسمش رو گذاشتن کمیته. کمیته همونه بود، هیئت یا جمعیت اتحاد اسلام بود، مبانی کاملا دینی و انقلابی بود. سخنرانی های میرزا قبل از عملیاتو از که داره از کربلا و حسین و شهادت داره حرف میزنه، کجاش چپ بوده؟ کمونیستا ورداشن گفتن نهضت جنگل کمونیستی بود، منتها یک دو تا آخوند مرتجع مثل میرزا کوچک توش بودن، اینا میخواستن منحرف کنن، اینا باعث شدن فلان. دستگاه هم که میگفت اینا فلان بودن، تجزیه طلب بودن، هر کدوم یک اتهامی. آخ هیچ کس نمیره سند اسناد واقعی رو، یعنی عین متن نطقها و نوشته ها و نامه های میرزا کوچک رو درست بخونه. اینا یک مجله هفته نامه داشتن تو جنگل منتشر میکردن، سه دوره داشت. دوره اولش که دست خود میرزا بود، اصلا هیئت اتحاد اسلام کمیته مرکزیش هفت نفرن، هر هفته آخوندن، هر هفته عالم دینه. بعدن که جریان بعدی آمدن وارد قضیه شدن و اینا، کمیته مرکزی، هیئت شورای مرکزی اتحاد اسلام در گیلان رو کردن 40 چند نفر که اکثرشون آدمای جدیدی بودن که اصلا نه از اول تو نهضت بودن، نه با علم دین آشنا داشتن، نه کم کم آمدن و همینا بعد کودتا کردن علیه میرزا. ظلم ستیزی، شهادت طلبی،
نهضت مقاومت جنگل علیه استبداد داخل و استعمار خارجی. این اصل مسئله بود و الان من اینجا اسناد و نامه‌های زیادی اینجا آوردم که نمیتونم طبیعتاً همشو بخونم، فقط به بعضیش اشاره میکنم. این جمعیت اتحاد اسلام که ریشش برمیگشت به سید جمال الدین اسدآبادی که او هم عالم و مجتهد بود، شاگرد شیخ انصاری بود، شاگرد ملا حسین قلی همدانی بود و پدر بیداری اسلامی و وحدت اسلامی و تمدن سازی اسلامی در یک جهاتی در دوره جدید بود. هر کشوری رفته ملیتش و مذهبش رو یه چیزی اعلام کرده. مثلا رفته مصر نمیگفته من شیعه ام یا ایرانی ام، میگفته من افغانی ام و حنفی ام. الان ایشون خیلی جاها به اسم سید جمال افغانی میشناسن دیگه. یه جایی میگن سنی بوده، یه جایی میگن شیعه بوده، یه جایی شال و امامه سیاه به علامت سیادت بسته، یه جایی نه، یه جایی تیپ روشنفکری زده، راه افتاده تو کل جهان اسلام، اروپا، آسیا، آفریقا و تو اروپا هم رفته مجله در آورده. اخوان المسلمین مصر حسن البنا شاگرد شاگرد سید جماله. یعنی یک جریان سازی عجیبی کرده یه آدم، یک نابغه بزرگ اسلامی است. اینم براش پرونده سازی کردن، اینم فراماسون فلان آدم انگلیسا، راجب میرزا هم درست کردن، راجب مدرس درست کردن. اینا حقوق بگیره انگلیسن. خود انگلیسی کارا رو میکرد، دشمنان خودش میگفت بگین اینا حقوق بگیره انگلیسن، یا بگین کمونیستن، یا بگین بهائیان به بعضیا. حالا خود بابیا و بهائیا تو حکومت اصلا ارکانش بهائیا بودن، حکومت شاه. چند تا وزیرش بهائی بودن، رئیس ساواکش، فرماندهای ارتشش، سرمایه‌دارای بزرگش، معلم بچه‌هاش، پزشک مخصوص دربار، همه اینا یعنی یه بهائی و یهودی بودن که عوامل مستقیم اینجا. حالا جمعیت اتحاد اسلام میرزا کوچک با علماء نجف مرتبطه، با علماء شهرهای مختلف ایران مثل مرحوم مدرس مرتبطه و از طریق اونا با اتحادیه‌های خارج کشور اینا همه با هم ارتباط دارن. مرکز ثقل و مغز متفکر نهضت جنگل هیئت اتحاد اسلامه. اکثر قریب به اتفاقشون علما و فضلای حوزه اون موقع، بعدن تغییر کردن. بعضی مجتهدین گیلانی هم مثل سید عبدالوهاب صالح زیابری و امثال او هم هست، همکاری میکنه. کانون مقاومت جدی که کل کشور به دو سه جا امید دارن، یکیش گیلانه که در برابر انگلیسا و روسا و در برابر رضاخان حکومت بیسته اینه. هدف چیست؟ اتحاد کل جهان اسلام. کسانی هم که با اینا کار میکنن که روحانی نیستن، بازاریای متدینن، مذهبین، با انگیزه مذهبی با اینا کار میکنن. بعدن بعضیشون البته بریدن، خسته شدن، تسلیم شدن، ولی مجموعاً هیچ کدومشون چپ و کمونیست یا تجزیه طلب نبودن. او حاج احمد کسمایی کاملاً با جنبش اتحاد اسلام و بین الملل ارتباط داره و میگه ما اونجا تصمیم گرفتیم که یک شعبه اصلی در گیلان تشکیل بشه با شرکت میرزا کوچک خان، ایشون رهبریشو باید به عهده بگیره. کمیته اتحاد اسلام میگه اعضای شورای اولیه‌اش 72 نفر بودیم به یاد شهدای کربلا. شما ببینید اینا رو متهم کنن که آقا اینا بلشویک بودن. یکی از اولین مقالاتی که میرزا می نویسه اینه، میگه هر دولتی که نتواند مملکتش رو از سلطه دشمنان خارجی نجات بدهد، کشورش اشغال میشه، وابسته به دشمن شده. هر دولتی که نتونه از ملتش در برابر اشغالگران خارجی دفاع کند، وظیفه خود ملت است که برای رهایی وطنش قیام کند، رهایی از دست اشغالگران خارجی و از دست این دولت فاسد، حکومت فاسد. ما وظیفه شرعیمونه، ما میخوایم ایران رو نجات بدیم. جنگلی ها روزنامه و هفته نامه ای دارن، میگه برای که ایدئولوژیشون رو بشناسیم، میگه ما به نام اسلام و اتحاد اسلام قیام کردیم، ما به این جمعیت مقدس منتسبیم، ما طرفدار اتحاد اسلامیون هستیم به نام ساده انما المؤمنون اخوه. این ایدئولوژی ماست. ما میگوییم تشتت کلمه و اختلاف اسلامیان باعث شده مسلمین به دست دشمنان خود ذلیل و زبون شدند، نباید مسلمین به نام شیعه و سنی یا سایر عناوین به جان هم افتاده و مجال استفاده به دشمن بدن. ببینید توطئه‌ای که همین الان بدمس، الان بیداری اسلامی داشت کل کشورهای عربی رو نجات میداد، چهار تا حکومت سقوط کرد، بقیه هم داشت میشد. بیداری اسلامی رو تبدیل کردن به چی؟ جنگ مذهبی، شیعه و سنی و کیکی. چهار تا کشور اسلامی عربی رو نابود کردن، جنگ داخلی رو انداختن تا رژیم‌های وابسته خودشون رو و صهیونیست رژیم اسرائیل رو حفظ کنن. همون موقع هم همینطور بوده. هنوز ما داریم همون چوبا رو می‌خوریم، برای که این تاریخ رو درست نخوندیم، برای که عبرت نگرفتیم. میگه ما ایرانی هستیم، به این میگن تجزیه طلب.
میگه ما ایرانی هستیم، ما مسئول حفظ این آب و خاک و وطن مقدس ایرانیان هستیم، ابتدا آزادی و استقلال ایران رو وظیفه خودمون میدانیم قبل از سایر ممالک اسلامی، بعد که ایران رو آزاد کردیم میریم کمک سایر ممالک اسلامی. یعنی ما یک نهضت بین المللی، ما این انقلاب رو صادر میکنیم به کل، ما همه میریم بقیه ملت‌ها رو نجات میدیم. صحبت تجزیه نیست، صحبت ایران و فراتر از ایرانه. مادام که برادران اسلامی به وظایف اخوت و برادری خود عمل کنند بر دیگران مقدم خواهند بود. یعنی تازه وقتی جهان اسلام، اگر جهان اسلام همکاری کنه، متحد بشیم، اونا آزاد بشن از دست اشغالگران و استبدادها، اینا مقدمن و اولویت دارن. بعد اگر زورمون رسید میریم به کمک ملت‌های مظلوم دیگه که مسلمان هم نیستن ولی مظلومن، مستضعفن، از ما کمک میخوان. این ادبیات میرزا کوچکه، این همون ادبیات امامه، همین ادبیات انقلاب اسلامیه. میگه این است معنی اتحاد اسلامی که ما میگوییم. آیا هیچ مسلمان را شایسته است سرپیچی از این اصل اساسی؟ هفته نامه جنگل که مال همین گروهه در 35 شماره منتشر میشه، 1296 اولین شمارش، بالاش اینو نوشته. حواستون باشه این دوره‌ای که انگلیس داره شروع میکنه سرکوب نهضت جنگل تا 3-4 سال بعد کودتا کنه و کلن ایرانو بگیرن دیگه. سرکلیشه روزنامه جنگل اینه: این روزنامه فقط نگهبان حقوق ایرانیان و منور افکار اسلامیان است. از ایران اسلامی، ایرانی، ایرانی اسلامی داره حرف میزنه، نه تجزیه طلبه، نه چپ و کمونیست. بعدم این شعر رو می‌نویسه که ای جان و تنم فدای جنگل، جان تازه شد از ندای جنگل، اسلام و وطن به صوت دلکش پر کرده چه خوش فضای جنگل. چون جنگل جبهه مقاومت در برابر ارتش‌های اشغالگره. این کیه؟ وقتی که کمونیستا وارد قضایا شدن، نفوذ به اصطلاح شروع شده، داره علیه اونا این روزنامه در واقع تیتر میزنه که ما اسلامی ایرانی هستیم، نه چپیم نه تجزیه طلبیم. این همون شعار اولیه نهضته که هسته بنیانگذارش قبلا همینو میگفتن. بعد میگه که شرایط جوری شد که وقتی پرچم اسلام در گیلان رفت بالا، دهقانان، کارگران، مردم، روستایی ها، طبقات محروم شهرها همه قیام کردند. روستاها و شهرها رو به کمک مجاهدین جنگل یکی یکی آزاد کردند. ملاکای بزرگ و حکومتی ها، درباری ها و عوامل انگلیس و اونایی که قبلا نوکر روسا بودن، روس تزاری، فرار میکردند. شهرها رو ول میکردند و میرفتند. مردم خوشبخت بودند که چون این اتفاقی پیش آمده. رابطه های مخفی علنی شد. شهرها یکی یکی آزاد شد. کوچک خان بعد از آزادی گیلان و بخشی از مازندران رفت به سمت خلخال. رؤسای ایلات خلخال رو جمع کرد. اسماعیل خان سرهنگ سرایی که از طرف حکومت مردم را آزار میداد، میرزا تنبیهش کرد. یعنی حکومت تشکیل داد. یاغی‌ها و راهزنا رو یکی یکی برخورد کرد. اینا که اموال مردم رو می‌خوردن، اینا رو مجازات کرد، اموالشون رو به صاحبانش برگردون. دژ نیروهای سرکوبگر حکومتی رو در آذربایجان، شرق آذربایجان و غرب گیلان در هم کوبید. سران اشاعر خلخال رو جمع کرد، گفت ما داریم برای اسلام و ایران قیام میکنیم، اگر همه با هم باشیم میتونیم، اگر جدا از هم باشیم همه ما رو شکست میدن، اگر جدا جدا بخوایم بجنگیم هممون شکست میخوریم، اگه با هم باشیم همه رو شکست میدیم. میگه تشکیلات فدایان جنگل روز به روز گسترده تر شد. بخش وسیعی از کشور اعلام پیوست به جنگل کرد. از همه جا از استانهای دیگه گفتن ما با شماییم، ما حاضریم نیرو بفرستیم، ما هم نمیشیم این استانهای دیگر هم آزاد کنیم. روزی نبود که از سراسر ایران مردم زیاد گروه گروه به ما در جنگل نپیوندند. یعنی از همه استانها مردم، مجاهد، علما میرفتن با اسلحه، میرفتن به اونا ملحق میشدن و براشون غذا و کمک، با کمک اونا بیان تهران رو آزاد کنن، ایران رو آزاد کنن. جنگ افزارهای جدید خریدن، مناطقی رو چه دیده. 1293 میرزا کی با 4 همراه با قایق از راه تالا و انزلی خودشون رو رسوندن به منطقه. اولین نطق میرزا برای آغاز نبرد مسلحانه و آزادی گیلان، میگه خداوند متعال به وسیله محمد ابن عبدالله به ما بشارت داده است که بسا عده قلیل به جمعیت کثیر غلبه می کنند. آیه قرآن که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. ما هنوز کمیم الان، ولی پیامبر اکرم به ما گفت عده کم ولی اگر مؤمن بر عده کثیر غلبه خواهند کرد. کمیت مهم نیست، ایمان و کیفیت مهمه. بعد میگه ما از سرسلسله مجاهدین اسلام حضرت سید الشهدا درس میگیریم.
میگه نهضت گیلان نهضت جنگل ادامه کربلاست. اقتدار یزید و دولت اموی کمتر از این دولت تزاری روسیه و انگلیسی ها نبوده است. یعنی امام حسین وقتی جلوی یزید وایستاده جلوی بزرگترین ابرقدرت جهان بود اون موقع حکومت اسلامی. اون مقاومت مثل همین کار ماست که تو جنگل وایستادیم جلوی روس و انگلیس. جمعیت آن سرور بیش از این جمعیت ما نبود. 70 نفر بودن، چند ده نفر بودن. وایستادن. گرچه در ظاهر حضرت امام حسین مغلوب شد ولی نام نامی اون بزرگ و اسم گرامی اون بزرگوار قلوب آزادی خواهان را تا همیشه به نور خود منور داشته است. این اولین نطق میرزا کوچک خان در ای که آغاز تشکیل جمهوری گیلان به عنوان اولین قدم برای جمهوری ایران، درگیری با دستگاه کنسولگری انگلیس در رشت رو میبندن. بعد میرزا نیروهاشو میفرسته به روستاهای اطراف، رشت و بندر انزلی آزاد میشن. گزارشایی که راجع به میرزا دستگاه تهیه کرده و انگلیسا و روسا میگه تعریف کنید، جنایی نفوذیای انگلیس و روس گزارش میدن که شخصیت میرزا کوچک چطوره. میگه شخصی است معتقد به فرائض دینی، مؤمن به اصول اخلاقی، هر کس به دیگری در منطقه تحت سلطه او تعدی و اجحاف کند و بی عدالتی روا دارد، مشت میرزا بالای سر متعدی و متجاوز است. یعنی همونجا یک عدالتی رو برقرار کرده و امنیت و نظم تو همون منطقه که اینا آزاد کردن یا حکومتی تشکیل دادن. میگه حتی قبل از اینکه بررسی کردیم، وقتی هم که هنوز طلبه بود تو مدرسه علمیه و تو حجره، همون موقعی که قبل از اینکه بیاد اینا، همون موقع هم عدالت طلب بوده، عدالت خواه بوده. اگه یک کسی رو اذیت می‌کردی، می‌رفته کنار مظلوم با ظالم درگیر می‌شده. او همه مظاهر انقلاب را از دریچه دیانت می‌نگرد. به اشعار فردوسی علاقه خاصی دارد. در گوراب نمیدونم کجا مرکز تأسیسات نظامی جنگل جلسات منظمی گذاشته و ابتدا قرآن می‌خوانند، بعد از شهدای اسلام میگن، بعد شاهنامه می‌خونه میرزا. چرا؟ چون تو شاهنامه حماسه است. در برابر دشمنان ایران بیستیم، مقاومت کنیم، نترسیم. میگه شاهنامه میخونه تا روح سلحشوری را در نیروهایش تهیج کند. حالا جالبه، فردوسی که شاهنامه فردوسی جزء رسانه‌های انقلابی ضد استعمار و ضد استبداد اونجا، بعد دستگاه حکومت انگلیسی‌ها میان میخوان شاهنامه رو تبدیل کنن به، یعنی فردوسی رو تبدیل کنن به نماد دربار و اینا. در که فردوسی شما کل شاهنامه رو اگر بخونید، واقعا من به شما عرض میکنم ادعا رو دارم، یعنی قبل از گفتن دیگرانیم، شاهنامه تفسیر قرآن و نهج البلاغه به اسم شاهان ایران قبل از اسلام، این ارزش رو آمده مطرح کرده. خود فردوسی میدونه این شیعه است، احیاگر زبان فارسی، که اینا میخواستن زبان فارسی و شاهنامه و فردوسی رو ضد اسلامی و اسلام ستیز معرفی کنن، اصلا جوهرش اسلامیست و شیعیست و حماسیه. فردوسی اشعاری که راجب اهل بیت داره، امیرالمؤمنین، اینا ببین چه اشعاریه، این رو خواستن تبلیغ کنن. حالا یک شاهد جالبیه، میگه میرزا کوچک برای مجاهدین و چریکهاش بعد از اینکه قرآن خوندن اینا، چند جلسه ما دیدیم داره ابیات شاهنامه میخونه که اینا تحریکشن که برن به جنگ چیز، خلاصه رستم بشن و برن جلو. میگه آدمیست مذهبی، اهل استخاره، خستگی ناپذیر، ضد فساد، تماما به فکر وطنش و به عقاید مذهبی خود تأکید و تصریح میکند. از جمله یکی از نطقاش که میگه بنده به حول و قوه الهی مستقنی از هر کمک و معاضدت غیر ایرانی و غیر اسلامی هم. هیچ چیز بر عزم آهنین و اراده متین ما تأثیر نمیگذاره. آخرین نامه که میرزا نوشته در 5 آبان 1300، یعنی چند ماه بعدش هم کل بساط جنگل و اینا دیگه به کل و کامل جمع کردن، یه ماه قبل از شهادتش، بدترین شرایطی که دیگه متلاشی شده نزد روسای کمونیست از بالا شوروی، از پایین انگلیسا، از طرف رضاخان، از این طرف خط خائنین کمونیست داخل نهضت که از پشت خنجر زدن، شرایط سخته. میرزا این نامه رو ببینید، این نامه واقعا روزه میرزا کوچک. یک ماه قبل از شهادتش آواره شده، گروهای چریکی از هم پاشیدن، شهرها سقوط کردن، دست دشمن افتادن، یه عده از انقلابیون خسته شدن، ول کردن، رفتن، یه عده تسلیم شدن، یه عده کشته شدن، شهید شدن. میرزا تنهاست تو کوه جنگلا، آواره است. این آخرین نامشه. میگه اجالتاً با رویه‌ای که دشمنان ما پیش گرفتند و شما به خوبی مسبوق هستید، شاید به طور موقت یا دائم توانستند موفقیت حاصل کنند.
ما ظاهرا شکست خوردیم، ولی اتکای بنده و آخرین همراهان به خداوند دادگری است که در بسیاری از این اتفاقات او بود که ما را در پرتو توجهات خود محافظت کرد. همه توجه من به خداونده. بجز از خداوند به هیچ کس دیگری مستظهر نبودم. من فقط به خدا متکی بودم و امیدوارم توجهات کامله خدای متعال شامل حال ما و یار و معین ما باشد. در این روزها، امروز که دشمنان ما را دزد و غارتگر خطاب میکنن، همه جا تبلیغ میکردن اینا رازنن، دزدن، میخوان ایران تجزیه کنن، در صورتی که در تمام این سالهای مبارزه هیچ قدمی جز در راه آسایش مردم و حفاظت از مال و جان و ناموس مردم بر نداشتیم. ما فدای مردم شدیم. ما هر گونه اتهاماتی را که به ما نسبت میدهند میشنویم. چلندیاتی که میگید ما داریم میشنویم و حکمیت و داوری را به خداوند قادر و حاکم علی الاطلاق واگذار میکنیم. اجالتا ما تحت تقدیرات الهی هستیم تا ببینیم کار به کجا منتهی خواهد شد. که خب چند ماه بعدشون، یه ماه بعد، 20 تا چند روز بعدشون شهید شد. خب حالا 100 سال از این شهادت گذشته، باز او اتهامات و تهمت ها، باز او دروغ ها و تحریف ها ادامه داره. باز شما ببین همین الان، همین روزا تو فضای مجازی من دیدم و همینطور همین بی بی سی و وی او ای و همین رسانه های اینا، ده تیکه هایی ده میبینم توییت زدن راجع به میرزا پر از کثافت، دوباره همون دروغ ها. برای چی؟ برای که میگن شما که موقع نبودیم، که ما که نبودیم، که یک نسل جدیدی هم از صفر. حالا به اینا که دروغ بگیم چه میدونه، اینا که نبودن که، هرچی بگی همین رو باور میکنن. دوباره همین الان دارن همون تهمت ها رو میزنن، تحریف مشروطیت، تحریف نهضت جنگل، تحریف مدرس، تحریف نهضت ضد انگلیسی جنوب، رئیس علی دلواری و اینها، همه رو دارن تحریف میکنن. ستارخان و باقرخان، حالا اونا که قدیم بود، همین انقلاب خود ما رو دارن تحریف میکنن. جنگ اونا شروع کردن، برعکس میگن. ترور و خشونت و تروریسم رو شروع کردن، 15,000 آدم کشتن، این طرف جلاب باید جواب پس بده. راجع به تک تک مسائل اینجوری تاریخ تحریف میشه. اونایی که هسته اصلی نهضت جنگل بودن، برید زندگی اونا رو، حرفاشون رو، وصیت‌نامه‌هاشون رو، مقالاتشون رو بخونیم. حتی رضاخان رو انگلیس‌ها میفرستن، بهش میگن که این میرزا کوچک تسلیم نمیشه، با یک زبان دیگه باش حرف بزن، ببین میتونی این رو با زبان نرم بگیشی بیرون. نقد شده، حالا من سندشو ندیدم، میره تو یک مقاله ای ولی دیدم، خودم سندی ندیدم، که ظاهرا رضا خان با خطی که انگلیسا میدن به میرزا پیام میده که منو فرستادن که بساط شروع جمع کنیم. هواپیمای انگلیس یک سره جنگل و بمباران میکرد. روسیه جدید بعد از انقلاب، کمونیست‌ها هم خیانت کردن، با انگلیسا ساختن علیه میرزا. به میرزا میگه که همه میگن شما آدم درستی هستی، مردم بیا کنار ما هدفمون همینه. میرزا میگه تو چطوری شما هدفتون اینه که هر روز دستورت از تو سفارت لندن و آیرون ساید، حالا بعدن آمد این فرمانده های ارتش انگلیس، سفیر انگلیس به دستور میده، چجوری تو شما آمدین ما رو علیه روسا، چون آخر رضا خان گفت بیا ما با هم کمک کنیم روسای کمونیستا رو که نفوذ کردن تو ایران، اینا رو بریزیم بیرون، از این جهت خدمت به ایران با هم متحد بشیم. آخ اونجا میرزا میگه که خلاصه به زبان امروز امام گفت، انگلیس از روسیه، آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، روسیه از هر دوشون بدتر. میرزا یک همچین جوابی میده به نیروهای نظامی حکومت. اصلا تجزیه شمال ایران اصلا معنی نداشت. یه جاهایی هست مرزای ایران تجزیه معنی داره، اون طرف مرز یک وضعیتی که میشه، شمال اصلا هیچ منطقی برای تجزیه نیست. تو همون آخرین نامه میگه که بسیاری از برادران ما رفتن، بسیاری از یاران ظاهر و پنهان رفتند، بیوفایی کردند، دیگه دوام نیاوردند، دیدن سخته، خودشان را تسلیم کردند، رفتن تسلیم ارتش رضاخان و انگلیس ها و اینا شدند. وقتی نامه تو را دیدم که هنوز امید در روح هست، خوشحال شدم. بعد از محو ما کشته میشیم، ما را از سر را بر میدارند. بعد از شکست و محو ما، مردم ایران میفهمند ما که بودیم و چه کردیم و چه میخواستیم بکنیم. امروز نمیدانند. ما کشته میشیم، شکست میخوریم، بعدها شاید نظرش به الان باشه که بعد شکست میخوره، میره به سمت جنگلای رامسر و لاهیجان، مدتی مخفیه فکر میکنن کشته شده، دوباره برمیگردن و خیانتی که این کمونیستای بی شرف کردن. احسان الله خان یه بهایی بود که کمونیست مثلا شده بود، حیدر عمرقی یک کمونیست جیره‌خوار شوروی بود و تروریست و آدمکش، خالو قربان از کردستان آمده بود، خیلی هم شعارهای تند میداد، متحد میرزا شده بود،
یه خط وصلی بین کردستان و گیلان میخواستن بزنن، چون که از خلخال بین آذربایجان و گیلان، ولی وقتی دیدن سنبه پرزوره اون طرف قویه، اینا یکی یکی رفتن تسلیم شدن. شوروی کمونیستی با انگلیسا ساختن که با هم دشمن بودن، توافق کردن که باید میرزا کوچک‌خان از بین بره. یه مرتبه اعلامیه کمونیستی دادن، پرچم داس و چکش زدن. اصلا سند اینجا هست که میرزا هم اولی که اینا چون بولشویک ها گفتن ما هیچ طمعی به ایران نداریم، سرزمینایی که روسای تزاری گرفتن میخوام بهتون پس بدیم، حرفای ضد دین هم نمیزدن، میگفتن ما ضد انگلیساییم و ضد روسای تزاری، شما هم که ضد اینایی به هم کمک کنید. میرزا کوچک چند تا شرط میذاره براشون. یک، حق ندارید تبلیغ کمونیسم بکنید در گیلان و در ایران. حق ندارید پرچم داس و چکش بزنید. حق ندارید اموال مردم رو برید بگیرید و مصادره کنید و غارت کنید. علیه اسلام هیچ نوع اهانت و توهینی نباید بشه. اینا جوابای میرزا کوچکه به لنین، به دستگاه حکومت جدید شوروی. اسلحه اگر به ما میدید ما پولشو بهتون میدیم، اگر نداشتیم بعدن پولشو بهتون میدیم، ما آدم شما نیستیم. وقتی حکومت سقوط کرد ما اگر پیروز شدیم، شما باید کل خاک ایران و گیلان رو ترک کنید. اون بخشی هم که اینجا میان باید زیر نظر ما باشن، نه ما زیر نظر اونا. اونا باید تحت امر ما باشن. یک میلیمتر از ایران نباید بعد اگر پیروز شدیم در اختیار شماها باشه. ذره ای اهانت به اسلام حق ندارید بکنید. اینا شرطای میرزا است. بعد از مسکو خبر میدن که آقا اینقدر تاکید مذهبی نکن. هی مذهب مذهب. مذهب ولش کن، دین و مذهب رو. ولی بقیه چیزاشو ما قبول داریم. ما اصلا نمیخوام بیام، ما استعمارگر نیستیم. ما روسیه قبل نشدیم. میرزا سری قضیه ایستاد، دوباره پیام میده که باید خط قرمز ما مذهب اسلامه. حتی نذار اینا میخواستن بزنن اسمش جمهوری سوسیالیستی نمیدونم چیه گیلان، میرزا نگذاشت. گفت جمهوری گیلان کشور مستقل نیست، همون ایرانه که از گیلان شروع شده و کل گیلان. و میدونین دو سه بار انگلیسا رو شکست داد، نیروهای حکومت رو شکست داد، آمدن تا میدونین نیروهای میرزا کوچک تا امامزاده هاشم آمدن، یک خیز آمدن تا قزوین، یه خیز از اینور اومدن امامزاده هاشم این تهران. اگر این خیانتای کمونیستا و اینا نشده بود، میرزا کوچک با یک عمل تهران رو فتح می‌کرد و آزاد می‌کرد. همونطور که در مشروطه اشاعر گیلان و آذربایجان و اصفهان، لورا بختیاری، اینا اومدن دیگه به فتوای علما و اینا اومدن تهران رو گرفتن، شاه سقوط کرد. همین کارو می‌خواست میرزا دوباره انجام بده برای نجات دوباره مشروطه و نجات ایران. و نیروهاش تا امامزاده هاشم، یعنی تا چند کیلومتری تهران آمدن که انگلیسا رو شکست دادن، نیروهای قزاق و رضاخان رو شکست دادن و بعد اون خیانت ها اتفاق افتاد و از این قبیل. خب من خواستم فقط اجمالا ببینید چه فضایی بوده و چه خطراتی اون موقع تهدید میکرد. دو، اهمیت تاریخ خانی و درست خانی، چون منابع تا الان که برید تاریخ بخونید 6 تا منبع راجع به میرزا کوچک میبینید پر دروغ و راست مخلوط. مثلا یک از کسایی که نوشته اصلا آدم کاره ای نبوده توی نهضت جنگل، یه آدم درجه 4 بوده. مثلا افتخارش این که میرزا رو دیده دوبار. حالا اینا شدن سخنگویان جنگل و خودش عضو حزب دموکرات، اصلا سکولاره، چپ، اصلا قبول نداره دین و مذهب. این ورشه مرام، بخشی از مرامنامه حزب دموکرات تقی‌زاده رو تو کتاب تاریخش نوشته به اسمی که این مرامنامه جنگل بوده. دروغ، راست و دروغ مخلوطه و اینا. و بعد هوشیار بشید، میرزا کوچک رفت، میرزا کوچک نیست، خودش میگه ما محو میشیم، بعدن میفهمن ما چه کردیم و چه میخواستیم بکنیم. خب حالا او رفت، ما الان باید از تاریخ عبرت بگیریم. این فاعتبروا یا اولی الالباب که قرآن هم میفرمایه، تاریخ انبیا رو میگه فاعتبروا، عبرت بگیرید. قصه نمیگیم که بخوابید، قصه میگیم بیدار شید. قصه بعضیا میگن که میخوام بچه رو بخوابونن، قصه میگن. این قصص قرآن اینا داستان نیست، اینا واقعیته. اینا رو میگی برای که بیدار شی. و بعد یک درس آخر ببینید، این نهضتی که امروز دست شماها آمده، اشکالات تو کشور زیاده، باید برطرف کنیم. وضع موجود رو هیچ کس توجیه نمیکنه، باید اصلاح کنیم. ولی اینا بدانید صدها میرزا کوچک خانها در طول تاریخ چند قرن ایران شهید شدن تا یک هزارم این امکاناتی که الان در اختیار شماست داشته باشن. چیزی نمیخواستن اینا، که میخواستن اشغالگر خارجی نباشه، ارباب بیرونی نباشه بالا سرشون، استبداد داخلی هم نباشه، مردم زندگیشون رو بکنن و یک زندگی متعادل، انسانی، شرافتمندانه، که دین و دنیاشون تأمین باشه. اینو میخواستن، همینو نذاشتن. حالا بفهمید این انقلابی که امام کرد، میدونی امام چه کرد؟
امام کاری رو کرد که صدها میرزا کوچک نتونستن بکنن. مدرس ها، میرزا کوچک خان ها، شیخ محمد خیابانی ها، رئیس علی دلواری ها، ستار خان ها، باقر خان ها، نهضت مشروطه، همه اینا خواستن کاری رو بکنن که امام توی عصر کرد، انقلاب اسلامی کرد و نتونستن. حالا که شده باید مراقب باشی، باید انقلاب مراقبت کنید. اشکالاتی که تو حکومت و تو جامعه است باید پیدا کنیم، اصلاحش کنیم، انتقاد کنیم و فقط هم انتقاد نکنیم، اصلاحش کنیم. نسل شما نذارید این انقلابی که به دست شما افتاده دوره شما از بین بره، و الا نفرین میرزا کوچک خانها دامنتون رو میگیره. اون همه شهید و گرفتاری برای که ارباب خارجی نداشته باشی، حکومت فاسد دیکتاتور نداشته باشی. حالا ما به این وضعیت رسیدیم، پیروزی هایی که هیچ کدوم از اون عهدهای قبلی به دست نیاوردن. این پیروزی ها رو بشناسین، درست حفظ کنین. جمهوری اسلامی اشکالاتی داره، اشکالات رو برطرف کنیم و یک جامعه هرچه انسانی تر، مردمی تر، اسلامی تر برای دهه های آینده انشالله بسازیم که این پیروزی بشه مقدمه و سنگ بنای یک تمدن جدید اسلامی انشالله. اگر دوستان فرمایشی، نکته چیزی، سوالی، اشکالی چیزی دارن بفرمایید، اگر نه که بریم خونه هاتون.